اخیراً شاهد این هستیم که برخی از دولت‌های عربی به صورت آشکار دارن میرن سمت اینکه با رژیم صهیونیستی ارتباطاتی رو برقرار بکنن. تأثیر این پیروزی و مقاومت رو بر این حرکات چه می‌بینید؟ تأثیر اولش اینه که این روابط عادی سازی و دیدارهای در واقع بیشتر تبلیغاتی که نتانیاهو به این کشور و اون کشور خلیج فارس میره، مثل عمان و قطر یا امارات، اینها تأثیر چندانی بر مقاومت نداره و مقاومت کار خودش رو میکنه چون اونها صاحب اصلی قضیه هستن. مسئله دوم، این حکام باید به مردم خودشون اعتماد کنن، نه به حمایت‌های رژیم صهیونیستی در مقابل موج بیداری اسلامی. مسئله سوم، من تصور میکنم که حکام باید در محاسباتشون تجدید نظر بکنن و بیش از این به مسئله فلسطین خیانت نکنن. ممکنه دچار در واقع تبعاتی مانند آقای انور سادات در مسئله در واقع امضای کم دیوید باشن و سزای اعمال خودشون رو ببینن توسط مردم خودشون.